بسط یلدا اله زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی. اگر یلدای دیگر من نباشم، تو باشی و تو باشی و تو باشی. من سالی است که عاشق هستم، عاشق برگ درخت، عاشق بوی طربناک چمن. بسط یلدا اله زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی. اگر یلدای دیگر من نباشم، تو باشی و تو باشی و تو باشی. سلام به تمامی شما خوبان، آرزو دارم جور و صحتمند و سرحال باشین. با یکی دیگر از گزارش های ما بشیرتویی از شهر زیبای مزار شریف خوش آمدین. امشب شب یلداست، شب چله است، درازترین شب سال، شب پاییز است و در مزار شریف از شب یلدا با گونه برنامه های مختلف برگزار میشه و هر برنامه‌ای که به مناسبت یلدا گرفته میشه، دیگه برنامه طبعا با انار و انگور و تربوز حتما آراسته می باشه. پس چی خوب است که بیایم در مورد شب یلدا همراه عارف بسام، یکی از شاعرای خیلی برجسته در مزار شریف، همراهشان صحبت داشته باشیم. آقای بسام سلام. سلام، صحت شما خوب و بخیر؟ ان شاء الله شب یلدایتون مبارک باشه. میگن شب یلدا شب طولانی سال، بیا با هم کنیم این لحظه ها حال. خیام و حافظ و بدل بمانو، بگیر از مولای این بار یک فال. چی شعر زیباه. سلامت، تشکر. خیلی بسام، میشه در مورد شب یلدا برای ما بگوییم؟ خب معمولا شبای یلدا شب آخری پاییز و شروع زمستان میباشه که شبه در نقاط مختلف افغانستان و کشورهای همزبان ما دقیقا تجلیل میکنن که در شب شما بهتر میفهمین که سفره‌های رنگینه و انداخته میشه و انگور، انار، دقیقا تربوز و همچنان میوه‌های خشک از قبیل پسته و جلغوزه و توت و سنجد و چیزها استفاده میکنن و پدرکلان ها برای امو کودک ها یا برای نوجوان ها قصه های بسیار سابقه و قدیمی را میکنن و از او طریق یا به خاطر شب یلدا که چون شب درازترین شب است و در گذشته ها که در حدود 7000 سال پیش از میلاد که این شب به خاطر از اینکه یا اولین بار اتفاق افتاده بود به این شب و ترسیدن هراس داشتن در حقیقت که حالا فعلا به یک جشن تبدیل شد و خواستن که آتش بفروزن و این شب از طریق امیگ یک روشنایی خلق کرده باشن و همچنان که وقت تربوز استفاده میکنن یا انار استفاده میکنن یا خودشان سمبول خورشید یا سمبول ماه هست که دقیقا زایش مهر و زایش ماه هست یلدا. خب چرا مخصوص به شب یلدا انگور و تربوز میخورن؟ خب دقیقاً انگورش اوقدر زیاد ما چی ندار، انار، بله انار و تربوز، چون تربوز چیز کروی دارن و ایره به ماه تشبیه میکنن یک مثلا یا به خورشید و انار به خاطر از اینکه دانایش بسیار زیاد است و ایره به خاطر ای که دقیقاً سفرهشان بیشتر پر برکت باشه و باورشان ایست که وقتی از انار استفاده میکنن یا از تربوز استفاده میکنن یک باور دیگه مردم دارن که یا تشنه نمیشن و در پالویش برکت در سر سفرهشون تا آخرین سال تا دیگه یلدا باقی میمونه. اگه اشتباه نکنم قرار است مجری امشب شما باشین؟ دقیقاً. چی برنامه دارین امشب؟ ما برنامه را با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز خواهد کردیم و در لابلای برنامه سخنرانی کوتاه خواهد داشتیم، در مورد یلدا صحبت خواهد کردن، در مورد تاریخچه یلدا صحبت خواهد شد و در کنار از این شعر و موسیقی، تئاتر و طنز همچنان. یک شعر دیگه هم برای ما دکلمه بکنین از یلدا که خیلی دوست داریم که امشب بشنویم. هزار دفعه. من اتفاقا یک خاطره خود برتون از یلدا قصه میکنم که
شبای معمولا شبای یلدا ما در برنامه های مختلف فرنگی دعوت میشم، یعنی خانه نیستم. یک شب خانم زیاد گلمن بود که تو همیشه تربوز و انار و دیگه جا استفاده میکنی ولی ما از ما بی خبر از این مثلا. من 3 دانه تربوز دقیقا اونجا بردم و هر 3 تربوز که اتفاقا ما بریدیم سفید بود و از اونجا یک شعر یادم آمد که وقت که قلب سنگ تو را هم شکافتم، چشمم برای دیدن خون ناامید بود. تقصیر عشق نیست، خداوند شاهد است، هر هندوانه ای که بریدیم سفید بود. با امید از این که دیگه تربوزایی که میخرین در شب یلدا سفید نباشه. سلامت باشه. سلامت باشه. دوستان آرزو میکنم که در این شب صندلی شما مثل صندلی ما گرم باشه و قرار است که شعر دکلمه شوه، موسیقی داشته باشیم در این شب یلدا که شما تا اخیر ما را بیننده باشید. شقایق در بار، عاشق گندم شاد، آره می توان عاشق بود. مردم شهر ولی می گویند عشق یعنی رخ زیبای نگار، عشق یعنی خلوتی با یک یار، یا به قول خواجه عشق یعنی لحظه بوسه کنار. من نمی دانم چیست این که این مردم گویند، من نه یاری نه نگاری نه کناری دارم. عشق را اما من با تمام دل خود می فهمم، عشق یعنی رنگ زیبای انار. سلام و صد سلام، شب یلدا شما بخیر باشه. بسیار خوشحال هستم از اینکه امشب در جمع عزیزان اهل قلم و خرد و دانش و علم هستم و خودم را بسیار بزرگ میشمارم. همین لحظه یک حس غرور دارم بر از اینکه در این جمع نشستم و قرار از شعر دکلمه بکنم. خدا کنه که پاییزتان به خیر و به خوبی سپری شده باشه. امشب را با تمام شور و نشاط بگذرانیم و به خیر وارد یک چله و یک زمستان مملو از صفا و صمیمیت و عشق شویم همگی با هم. تمنا حمیدی هم مخلص شما، البته لقب شاعر بسیار بزرگ است اما گاهی قلم چیزهای می نویسه و من دوست دارم امشب عزیزان و دوستانی را از من شنونده باشند. البته این شعر شعری هست که ما 5 سال قبل نوشتیم و 5 سال قبل حفظش کردیم. از اینکه همین لحظه گفته شد که ما باید شعر دکلمه بکنم، هر قدرش که به ذهنم اومد امو را میخوانم. خدا کن اگر کم بودی داشت شما عفو بکنیم. چه خواهد شد اگر صبح بیرون آیی و غم در کوچه ها و چهره های شهر کم باشد؟ چه خواهد شد اگر صبح بیرون آیی و غم در کوچه ها و چهره های شهر کم باشد؟ کسی را با کسی قهر و جدال و کینه ورزی نه. چه خواهد شد اگر شام و سحر دروازه های خانه چون صبح باز و چهره در خورشید بگشاید؟ چه خواهد شد اگر شبها بدون ترس و احساس فرو رفتن و غمهای عزیزانت بخوابی و کسی در شهر اندوه سراغش را نمیدید؟ چه خواهد شد اگر دهقان شد با گاو و گوسفند در دم صبح از کنار رود جیهون سوی کوهستان سراسر از سرود سادگی باشی و در شام پر از لبخند با رقص و تب و تیاق میان مردمان قریب و قشلاق غروب خستگی را با دمی دیدن و معشوقه، دمی با قصه ها از کوه و برزن ها سخن را هر طرف بردن و با هر کس سخن گفتن جهان را پرز لطف و خنده و شادی اگر سازن. چه خواهد شد اگر شبها با پای خیش در شهر پر از مردم کنار هر خیابانش برای لحظه بودن قدم را با قدم‌های رفیق با سرود و شادی و چهچه، کسی از کس نمی‌پرسد، کسی از کس نمی‌رنجد، یکی در گوشه خندان، یکی با
با دیدنش حیران، یکی همپای یار خود سرود خنده میخواند و شاد از بودنش در رقص و میرقصد. چه خواهد شد اگر دزدان هوای صلح میکردند و جنگ از ریشه میخشکی و اطفال وطن در باغ و بستانش سر هر شاخه و سنگی کبوتروار به سان آبشار ساده و سبزی که بر پای بلند آرزو هم پایه خورشید می‌ریزد. چه خواهد شد اگر آدم میان این و آن در لای سنگ جور انسان بودنش را با عذاب و درد فردای پر از ابهام نمی‌خوابید و همچون گل سر صبح از رگ آب زلال و باده صبحی که سرشار از تراوت هست می نوشید و می رقصید و خود را در جهان لطف و احساس ترنم همدم و همراز می سجید و از بحر نجات خود در اندوه بی جهت در پای این و آن نمی افتید. چه خواهد شد اگر انسان همان انسان چه خواهد شد اگر انسان همان انسان همان اندیشه و فکری که دریاوار می جوشد و از بحر عطش‌های نهان خود چنان ایثار می کردش که جز انسانیت تفسیر او را هیچ بام دیگری تحلیل ندارد. چه خواهد شد؟ خدا کنه کمیا و کاسیش ببخشید و تشکر از توجهتان. قربان لطفتان هستم. ممنون. Oh, yeah.
شب یلدا با خوردن انار و تربوز خلاصه نمیشه. شاهنامه خوانی فال حافظ یکی دیگر از ویژگی های شب یلدا است و من هم کتاب حافظ به دستم دارم. میخواییم که در کنار از این که ما امشب با خوردن و تربوز انار آغاز میکنیم یک فال رو میبینیم. در کنار من امروز دکتر محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ قرار داره و میخواییم امروزشون صحبت داشته باشیم. رئیس سلام علیکم. سلام به شما و همکارای محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما. من در خدمت شما هستم و جشن یلدا را براتون تبریک میگم. برای شما جشن یلدا را تبریک میگم و میخواییم که سوال من از جای آغاز بکنم. رئیس صاحب که چند سال میشه که در شب یلدا شما در خانه نیستیم؟ این سال 11 است که من در شب یلدا در خانه نیستم. در سرزمین به اصطلاح ما نفس میکشم و به دنیا آمدیم که دیار فرهنگ بوده و مردمایش با داشتن تاریخ غنامند نزدیک به 6000 سال تاریخ. در تصدی ماموریت امسال سال 11 میشه است که من در شب یلدا در خانه تجلیل نمیکنم و در مجالس جشن که از طرف مسئولین ولایت بلخ و ویژه فرهنگیان و قلم به دستان بلخ است ما همیشه شرکت کردیم. خانمتان قار نمیشه از شما؟ والا اونا رو عادت کردن دیگه. بله بله، چون وظیفه است من مجبور هستم، چون یک امانت مردم بلخ به عهده دارم، به او خاطر اونا وقدر زیاد مرا سخت گیری نمیکنم. رئیس، نسبت به سالهای گذشته چقدر تغییرات آمده در شب یلدا؟ خب به گونه‌ای که در گذشته تجلیل میشد، یعنی هر سال یک سلسله تفاوت های به وجود میآید در این بزگزاری مجالس. یعنی گاه مایتر شب یلدا را تجلیل کردیم که از 15 نفر بیش نبوده. در یکی از کافی های تاریخی مزار شریف که در روبروی رادیو تلویزیون ملی بلخ است به نام کافی آقا که مشهور بوده در گذشته های بلخ هم در اونجا تحلیل می شده. ولی تو جشن های مثلا جشن پارسال ما داشتیم که کتاب در راستای تاریخ جشن یلدایی داشتیم و از طرف شهرداری و ریاست اطلاعات فرهنگ دایر شد و این سال هم شما می بینین که اشتراک خانم ها، بانوان و اهل قلم و دانشمندای شهر و شاعرها و همچنان شما میبینید یک فضای یلدایی بگونیست که حداقل امو خنده طبیعی در لب هر کسایی که شرکت میکنند در جشن دیده میشن. گاه شده که فال دیده باشه؟ ولا تا هنوز ما فال ندیدیم. بر خدا من خیلی خیلی برای نخستین بار فالتان امشب ببینیم. شما سلامت باشید. تشکر. کتاب حافظ به دست من است. خیلی اول نیت بکنین، یک صفحه شو باز کنین، من فال شما را میخوانم. بسم الله. آها. اینجا برای من دو صفحه کشیدن. صفحه 2152 است که صفحه 2153. کدام صفحه را برتان بخوانم؟ هر کدامش که دلتان است. این زمین جمعی کنید. پس من ترجمه فالتان را برتان میخوانم. سکوی بلند بود در میخانه که ریش سفیدان در آنجا می نشستند. نه، من اشتباه کردم. معنی باید اینجا بوده. هر کسی که در این دنیا یار زیبای مثل حور و خانه به زیبایی بهش دارد، احتیاج به آمرزش از گناهان ندارند، زیرا که در این جهان نقدن و خوشنودی رسیدند شدند، خوشنود شدند. واقعا خوی و خواص خصلت که دارن رئیس صاحب، این شعر کاملا این فال مطابقت میکنه. تشکر از شما. بسیار تشکر که زحمت میکشین و برای تایی برنامه ها امروز یاد از برادرتان کردین. تشکر. باور کنین که اولین بار بود که ما در حقیقت فال ما را شما دیدیم.
من خودم تا هنوز در شب یلدایی فال ندیده بودم. ایران فاله که برای شما مطابقت نکرد. تشکر و حسن نظر خودتان است. ما واقعا دوستان داریم. لطف شماست. ما هم یک خدمتگار شما هستیم و کوشش میکنیم که با آرزوهای شما قدم خود بگذاریم و در راه تحقق آرمانهای شما حاضر هستیم که همه چیز خود فدا بکنیم. انشالله ما به مروز انتظار شده. شما سلامت باشید. خوب دوستان، شما بیننده باشین و با این کتاب با دستان دارم بیرون که دیگه کیارا میتونم پیدا بکنم و حال ببینم. یلدای چشمهای تو را یاد میکنم، طوفان به پای میشود از هر کرانه، امشب دل پر از غم و خونین خود، خونین خیش را خواهم برید پیش تو چون اندوانه. از برگ برگ دفتر سرخ دلم ببین، ناید به فال جز غزل عاشقانه. بنشین تو هم به سفره یلداییم بیار، از پسته و انار خودت نیز دانه. امشب شب تولد مهر است، بیشتر باید که مهربان شوی از هر زمانه. دست بکش به موی زمستان نشسته ام، مو آفتابی از سر مهرت چشانه. این آتشی که در دل من هست شعله‌ور، ای کاش در دل تو هم، ای کاش در دل تو زنت هم زبانه. Thank you.
دیدم از من ولی تا همسرم یک دشت برف است. در بلخ نامم تخت باد استخوان سوز است، بلخاب نام دیگرم یک کوه برف است. من گرگ پیرم با دهان باز پر اندوه، دنیا به چشمان ترم یک دشت برف است. یخ بست پلها، خنده ها، حتی رفاقت ها، گیرم از اینها بگذرم یک دشت برف است. ابری به سر کردم که شاید پرنیان گردد، دیدم که دست آخرم یک دشت برف است. تشکر. دوستا در این شب یلدا در کنار از این که جوانا حضور خیلی گسترده دارن، خانما هم هستن امشب که شب یلدا را میخواییم با برنامه های مختلف امشب صبح بکنن و یکی از دختر خانما در کنار من قرار داره، همراهشون صحبت میکنیم. سلام ماندنم. علیکم السلام، شب شما بخیر و یلدا مبارک. سلامت باشید. دوال خود معرفی بکنید. من مهناز هستم، موضوعون تخلص میکنم، یکی از خبرنگاران در بلخ. بسیار خوب. مهناز جان، چطور یافتی شب یلدا را؟ خب در کل شب یلدا برای افغانستانی ها خیلی خوشایند است، به دلیل اینکه ما همیشه جار و جنجال های ناامنی را داریم. ما همیشه یا هر روز شاهد انتحار، انفجار، ناامنی، سر و صدا، کشتار هستیم و این همگی ناراحتی و جگرخونی را به بار میره و خوشبختانه در کنار همه دغدغه ها و جنجال ها و مشکلات یک شبی که ما کنار هم جمع میشیم، شاد میباشیم، شعر میخوانیم، میخندیم و غم ما را به دور می داشته باشیم و شادی ها و لبخند را به دور میاریم، به خودش خیلی خوشایند است و فکر می کنم که برای همه یلدا خوشایند است، چون شبی است که شادی به بار میارم. پس خودت برای ما یک شعر بخوان، ما در مقابل شعر فالت می بینم. خب من شاعر نیستم و یک بویدی نمیدانم از کدام شاعر است، میخوام که دکلمه کنم. شعر دکلمه بکن، خب من جبرانش بکنم. سلامت باشین. دوبیتی حرف های شاد میزد، دوبیتی حرف های شاد میزد، دل عاشق همیشه داد میزد. شب یلدا چنان شاد است حتی
شب یلدا چنان شاد است حتی سکوت لحظه ها فریاد میزد. واه واه واقعا خیلی شعر عالی بود. سلامت باشین. حالا شما فال مرا ببینین و جبران کنین. من خیلی جبران بکنم. خیلی نه کتاب فال آفیس هست با دستم. این کتاب بگی خیلی یک نیت بکو یک صفحه شباز بکن. شما میشه بخونم؟ من فالا میخونم. کدام صفحه شو بخونم؟ خب این صفحه رو میخونم. باش که در کجا از معنی بیت از ساقی کمان ابرو نگاه میفروش این سخن را شنیدم ای کسی که در راه عشق از لحظه تیر سرزنش به سویت پرتاب میشود اگر وجود خود را در میانه ببینی و از خود بپرسی در تو نشانه باشد نمیتوانی مانند کمربند که از کمر یار بهرمند است نصیب ببری یعنی اگر از درد خود پرستی بمیری و نقش آن را از خود دور نکنی نمیتوانی لایق جانان شوی. سلامت باشین. ممنون. خوب همیشه و چی میگم من فال شب نیک میگیرم چون با هم عاشق هستیم و معنی شعرم ارتباط داره به عشق. پس ما میخواییم که فال من رو ببینی. مشکل نیست. من کتاب خیلی من یک نیت میکنم یک صفحه رو باز بکنم فال من رو خودم بخواهم. اتمن اینیم سفرم. خب میگم معنی بیت نمیدونم بعد از این آب و رنگ صورت زیبایت با ما چه خواهد کرد فعلا که به قصد فریب عاشقانه نقش زیبای از خط مشکین بر چهره لطیف مثل آب خود انداخته و خود را زیباتر کردی از این خودت چه برداشت کردی؟ خب من فکر کردم که شعرها بیشتر معنی فالا بیشتر ارتباط داره و دوستی عشق همدلی همزبانی و ارتباطی بیشتری فال خودت اگر اشتباه نکنم به عشق دوستی ارتباط داره و امیدوار هستم که اگر عاشق هستین به هم برسین و زندگی خوش داشته باشین زیبایی هم زیاد گفت دقیقاً به زیبایی دی شک نیست که شما زیبا هستین و چیزی عیان است چی حاجت به بیان است ما بیشتر مزاحمت نمیشم وقت خوب و خوش داشتم سلامت باشین زنده باشین من کتاب مرا پس میگیرم دوستا واقعا شب یلدا با برنامه مختلف خصوصا در مزار شریف تجلیل میشه دمروی من یک لمپا هم است که لمپا هم خیلی سابق است دوستایی که در سابق از لمپا استفاده میکردن اینا رو خاطراتشان هم تازه شد ما در این شب موسیقی داشتیم شب شعر بود فال حافظ فال دیدیم و خواستیم که امشب زنده داشته باشیم با امید از اینکه تا سال آینده هیچ نوع مشکلات را نداشته باشیم خوش و خوشبخت باشیم در کنار فامیل خود در کنار خانواده خود با مهر و محبت زندگی بکنیم و دوستایی که بیمار هستن شفا پیدا بکنن گزارش من به پایان میرسه وقت همه تون خوش خدا نگهدار